امروز در بخش حال شما در رابطه با لکنت زبان صحبت میکنیم یا گرفتگی زبان و شما میتونین تماس بگیرین اگر سوال دارین بر 6656 و سوالات خود با ما شریک بسازین. مهمان ما در این بخش دکتر سید کمال جلال هستن، متخصص امراض روان و اعصاب. سلام، صبح شما بخیر، خوش آمدین. تشکر، سلام برای شما، صبح شما هم بخیر. دوستایی که میبینن هم صحتمند و سرحال باشن، هم سلامت جسمی و هم سلامت روانی داشته باشن. شروع امتحانات است، اول امروز امتحانات. برای تمام شاگردان عزیز موفقیت بیشتر. بسیار خوش آمدین دکتر. ممنون. اگر با عامیانه تر بگوییم دیگه امی توتلک میگن، پس گرفتگی زبان بر امی گفته میشه. دقیقاً. بین صحبت بکنیم که چی بوده میتونی؟ ببینه لکنت زبان نام نوش به نام اختلال فصاحت در گفتار با شروع کودکی به نام لکنت زبان. عامیانه ترش شما گفته که توتلا. متاسفانه گفتن توتلا یا برچسب زدن با کودک ها سبب میشه که برای که ما مشکل کم نمیکنیم، به مراتب مشکل هم بیشتر میسازیم. کودک هایی که مشکل دارن معمولا در امو شروع زندگی، در سالهای اول زندگی این مشکل پیشان تحسس میکنه. پس شروع این مشکل و بیماری از کودکی هست؟ ببینید بین 2 تا 7 سالگی خود 90% کودک ها وقتی که اعراض علائم خود نشان میتن یا معمولا 7 سال هستند. کودکایی که هنوز 4 ساله نشدن به شکل رایج یا به شکل عادی معمول در صحبت های خود عدم فصاحت دارن یا سیال ندارن یا روان صحبت کرده نمیتونن، بعضن یا تشخیص اشتباه میشن که کودک مبتلا به لکنت زبان است و این تشخیص غیر متخصصانه سبب میشه که بالاخره خصوصا از طرف والدین توضیح میشه، تشریح میشه که کودک ما لکنت داره، کودک ما مشکل داره. و با یک والدین مثل یک کودکی که واقعا لکنت داره با کودک خود برخورد میکنن. کودک هم تحت فشار والدین قرار میگیره، سبب میشه که پیشش لکنت به شکل واقعیش تحسس کنه. در پلیزی که فاکتورهای ژنتیک و فاکتورهای عصبی شناختی و فاکتورهای سایکولوژیک یا روانی هم دخیل است. علت لکنت زبان چیست؟ به شکل عموم ژنتیک هم دخیل است. اگر پدر مبتلا به لکنت زبان باشه 20% طفل پسرشان مبتلا به لکنت زبان میشه، 10% هم فرزند دخترشان. یعنی لکنت زبان پیش پسرها نسبت به دخترها 3 الی 4 مرتبه بیشتر است. نواری که از کودکایی که مبتلا به لکنت زبان هستند ثبت شده، خصوصا در موقعی که از یا خواسته میشه صحبت کنه، یعنی در موقعی که یا در معرض صحبت کردن قرار میگیرن، امواج الفا در قسمت راست مغز یا در نیمکره راست مغز سرکوب میشه. در حالت عادی باید در نیمکره چپ مغز سرکوب شوه. دلیل دیگه هم دلیل یادگیری است. قبلا ما برش اشاره کردم، سمانتوژنیک. به این معنی که کودک عدم فصاحت به شکل عادی داره. بیشتر کودک ها زمانی که 1 سال هستن، 2 سال هستن، 3 سال هستن، خب این فرق میکنه. ما متاسفانه در افغانستان در کشور زندگی میکنیم که معیارات رشد عصبی روانی اصلا نداریم. اقلیم تاثیر داره، محیطی که کودک زندگی میکنه تاثیر داره، حتی هوای آلوده میتونه تاثیر گذار باشه، برخورد والدین تاثیر داره، بالا بردن آگاهی جامعه تاثیر داره. بعضی وقت از طرف والدین کودکایی که 3، 4، 5 سال هستند و صحبتهایی که میکنند فصاحت واضح ندارند، روان صحبت نمیکنند، از طرف والدین اشتباه هم تشخیص میشن کودک لکنت داره و این اشتباه بالاخره سبب میشه که واقعا کودک خود احساس میکنه که بله من لکنت دارم. والدین کودک برخوردشان با کودک من حیث یک کودک که به لکنت زبان مبتلا است رفتار میکنن، این کودک ها را به نام الکن هم یاد میکنن. و یک چیز دیگه که بین خانواده بسیار عام است مورد همین مسئله لکنت زبان، میگن که اگر پدر و مادر یک طفل سر طفل زیاد قالمقال کنن زمانی که خورد است، وقتی کم کلان شد و سر گپ زدن آمد، باعث میشه که دچار لکنت زبان شود. آیا این باوری که بین مردم است درست است؟ ببینید مناقشات پرخاشگری دلیل اصلی لکنت زبان نیست. خب کسایی که به لکنت زبان مبتلا هستند او را وخیمتر می سازه. استراب مناقشات سبب از این حالت نمیشه. خب وضعیت بدتر می سازه، نتیجه تداوی را پایین تر میاره، مستقیما سببش نمیشه. بله جناب دکتر صاحب، بعضی اصاد دلخراشی است که باعث ای کار میشه. مثلا یک فرد جور است، یک حادثه را میبینه
بعدا ببینه که زبانش بند میشه و نمیتونه که درست صحبت بکنه. آیا بعضی عادثات و حالتهای هم هست که باعث ای حالت شود؟ او وقت باز ما تشخیص لکنت زبان نمیگذاریم. به خاطر تشخیص لکنت زبان باید از خود معیارات تشخیصی داره، مراحل انکشاف لکنت داره. از زبان قبل از اینکه کودک به مکتب میره الا جوانی و نوجوانی بالاخره بزرگسالی. اگر یک کسی بعد بزرگسالی مبتلا به لکنت زبان میشه، اوج دلایل ارگانیک دیگه مطرح است، مشکلات روانی دیگه مطرح است، بالاخره مشکلات عضوی مانند سکته های مغزی. کسایی که سکته های مغزی کردن معمولا یا هم عدم فصاحت در گفتار خود ندارن یا به این معنی هستند که مبتلا به لکنت زبان است. لکنت زبان باید از مشروع کودکی شروع شود، از سالهای اول کودکی. درمان لکنت زبان از کدام سن موثرتر است؟ ببینیم، میگن که هر چقدر زودتر درمان شروع شود نتیجه تداوی به مراتب بیشتر است. از مشروع اگر والدینی که درک میکنن کودکشان در گفتن مشکل داره، در فصاحت مشکل داره، خوبتر است که با دکتر مشوره کنن، به جای اینکه خودشان تصمیم های خودسرانه خود بگیرن، با دکتر مربوطه خود مشوره کنن. هر چقدر زودتر درمان شوه 7 مرتبه چانس بهبودی بیشتر است. متاسفانه با گذشت زمان لکنت درمانش مشکل میشه، به خاطر که هم مستحکم میشه هم لکنت انحطاف ناپذیر میشه. به خاطر سه روش زیادتر مطرح میکنن، روش هایی را که اگر یادداشت کنن در خانواده و والدین میتونن که از استفاده کنن. بسیار روش های ساده است. یک روش یا یک برنامه به نام لیتکام. در این برنامه والدین کودکای خود تشویق میکنه، تحسین میکنه، زمانی که کودک بدون لکنت حرف میزنه. هر لحظه که لکنت شروع شد اون همون لحظه والدین صحبت کودک خود قطع میکنه و از او خواهش میکنه که چیزی را که اشتباه تلفظ کرده او را دوباره اصلاح بسازه. وقتی که اصلاح میشه کودک تشویق میشه، یا زمانی که کودک بدون لکنت صحبت میکنه تشخیص میشه. مرحله دیگه شم یک روان درمانی تعاملی بین والدین و کودک است. استرس، فشارهای روزمره، حتی امروز امتحانات است، خود ترس امتحان هم میتونه که پیش یک تعداد کسا لکنت ایجاد کنه. موقعیت های استرس آمیز باید شناخته شوه و او موقعیت ها باید کاسته شوه. معمولا کسایی که لکنت دارن یا مشکل در حروف دارن، بله، و یا هم حروف یعنی هدفم صداهاست، و یا هم مشکل در سیلاب ها دارن. مشکل دیگهش مثلا بیشتر کسایی که لکنت دارن کلماتی که یک سیلاب است، مثل من چندین دفعه تکرار میکنن، یا حروف های صدادار یا حروف های بدون صدا را معمولا چند دفعه تکرار میکنن. اینجا باید از او خواسته میشه که سیلاب ها را تمرین کنن، هر سیلاب در جای خودش به شکل بسیار واضح استفاده کنن. طبیعتا کودکایی که لکنت زبان دارن 60-80% متاسفانه اختلال استراب اجتماعی هم دارن. سوشال انزایتی یک بحث بسیار بزرگ دیگه است. اگر یا مشکلات افسردگی هم دارن، متاسفانه از طرف همسن سال و همسن فی خود تحویل گرفته نمیشن، تحقیر میشن، مثل که شما در شروع برنامه گفته که این کودک ها را به نام کودک های توتله یاد میکنن. ببینی یکی خود لکنت سبب شده که کودک از اجتماع فاصله بگیره، از درس فاصله بگیره، انزوا اجتماعی پیدا کنه، استراب اجتماعی پیدا کنه، بالاخره برچسب های نادرسته که زده میشه، این وضعیت دیگه هم وخیمتر میسازه، وضعیت دیگه هم بدتر میسازه. چطور امروز اینا صحبت بکنیم و رفتار چطور امروزشان بکنیم؟ ببینید، بسیار مهم است که ما کودک را توهین نکنیم، بسیار مهم است که ما کودک را تحقیر نکنیم، مهم است که ما او را تحویل بگیریم، کمکشان کنیم. روش های جاگزین را سه مورد تشریح کردم. اگر والدین، محیط مکتب، معمولا این کودک ها از طرف همسن سال خود مورد تمسخر قرار می گیرن، از طرف اجتماع، در مجموع داشتن اختلالات روانی در جامعه ما، شما جامعه است که فکر میکنن که اختلالات روانی را معادل با جنون یا دیوانگی میدانن، و حتی خیلی وقتا وقتی که این افراد صحبت میکنن حرفشان از طرف افراد مقابلشان قطع میشه یا کمکشان میکنن در بین صحبت، کلمات برشان تلفظ کامل درستش میگن. آیا این دچار صدمه روحی در این افراد میشه؟ چرا نه، من قبلا اشاره کردم اختلال استراب اجتماعی، انزوا اجتماعی، افسردگی، استرابات. کودکایی که لکنت زبان دارن، این لکنت زبان اصلا جزء اختلالات کامونیکیشن است، اختلالات ارتباطی، کجا اختلالات گفتار شامل است، اختلالات آواره ها شامل است، بالاخره اختلالات اجتماعی شامل است، 4 اختلال شامل میشه. یقینا سر کیفیت و کمیت زندگی اجتماعیشان تاثیر سو داره، سر برقرار کردن رابطه میان فردیشان تاثیر سو داره، سبب میشه که در مکتب نمرات خوبی نگیرن، یعنی کیفیت
زندگی اکادمیک و تحصیلشان متاسفانه هم صدمه میبینه. بله جناب دکتر، کسایی که بزرگسال هستند با این مشکل روبرو هستند چطور باید درمان شود؟ خصوصا اون کسایی که در بزرگسالی ناگهان دچار لکنت زبان میشن، در کودکی هیچ لکنت نداشتن. خب اون وقت باز عوامل ارگانیک شها ما در نظر بگیریم، مشکلات دیگه است که شاید شخص بزرگسال مبتلا به لکنت زبان شده، وقتی ما تشخیص لکنت زبان میگذاریم که مشکل از مدوران کودکی شروع شده باشد، دو تا هفت سالگی، بیشتر از 90% کودکا در هفت سالگی اعراض و علائم خود نشان میدن. زمانی که شخص بزرگسال است، بعد از 20 تا 25 سال مشکلات فصاحت زبان پیدا میکنه، لکنت پیدا میکنه، دلایل دیگه است. یک اشاره شما رساندم که میتونه که مشکلات سکته های مغزی باشه، مشکلات حس پنجگانه که ما شما داریم میشه یک قسمت سیستم حس او قسمت صدمه ایده باشه و ده ها مورد دیگه. او وقت باز لکنت زبان تشخیص خوب تر نیست، او وقت باید عوامل دیگه در نظر گرفته شود. چه مدت زمان در بر خود گرفت درمانشون دکتر؟ هر چقدر که زودتر شروع شود نتیجه تداوی بهتر است. دوره تداوی چقدر یعنی زمان؟ شاید حد اقل تداوی را ما تا این قدم میتونیم. ما چقدر بعضاً تداوی برمیگرده به فاکتورهایی که انظار خوب تعیین میکنه. اگر مشکل لکنت زبان کمتر از 6 ماه دوام داشته باشه، نتیجه تداوی به مراتب خوبتر است. اگر در خانواده تاریخچه مثبت داشته باشیم، بسیار خوبتر است. اگر برچسب نخوره، بسیار خوبتر است. یا مواردی هستند که میتونه تداوی را حتی به هفته ها، ماه ها، حتی به سال ها هم بکشانه. خوبتر است که فاکتورهایی که انظار خوب تعیین میکنه او به مراتب کمتر باشه. تشکر دکتر. ممنون از شما. سلامت باشید. وقفه میگیریم و بعد از وقفه با شما خواهیم بود.